با درود فراوان خدمت دوستان عزیز، در این ویدیو من برای افرادی که درآمد کمی دارند و حتی افرادی با درآمد بالاتر 10 راه رو پیشنهاد میکنم. با به کار بردن این روش های پیشنهادی میتونید مبلغ بیشتری رو برای خودتون پس انداز کنید. ممکنه در ابتدا این روش ها سخت به نظر برسن، ولی با انجام و تکرار اونها رفته رفته آسان تر خواهند شد. امیدوارم این روش ها به شما عزیزان برای پس انداز بیشتر کمک کنه. پول زیاد حمل نکنید. همونقدر که خساست باعث رنج و عذاب هست، ولخرجی زیاد هم باعث پشیمونیه. اگر ولخرجی موزر زندگیتون شده و هر ماه برای پولهای زیادی که هدر میدید غصه میخورید، اگر کنترل خرجاتون از دستتون خارج شده، اولین و ساده ترین راهکار اینه که به اندازه نیاز هر روزتون پول هم کنید. اینطوری هم دزدان احتمالی کیفتون رو ناامید میکنید، هم از خرجای زیادی جلوگیری خواهید کرد. این قانون شامل کارتای بانکی هم میشه. لازم نیست همیشه کارت بانکی شما در جیبتون باشه. اول به خودتون پرداخت کنید. وقتی پولی به دست آوردین، در همون ابتدا تا جایی که میتونید مبلغی از این پول رو کنار بذارید. این پول برای شماست و وقتی این پول رو کنار گذاشتین، باید فرض کنید اصلا وجود نداره. فرقی نمیکنه این پول از شغل اصلی شما به دست بیاد، سود سهام باشه یا از یک معامله کوچیک یا از هر طریق دیگه ای. زمانی که پول به دستتون رسید، باید به صورتی سختگیرانه درصدی مشخص از این مبلغ رو بردارید و دور از دسترس خودتون در جایی پس انداز کنید. برداشتن مبلغ از روی درآمد در زمانی که درآمد به دستتون رسیده دو مزیت داره. اول اینکه از خرج شدن بیهوده پول شما جلوگیری میشه. دوم اینکه با انجام مداوم این کار و مشاهده افزایش موجودی این پسنداز، انگیزه شما برای پسنداز بیشتر افزایش مییابد. مانند ثروتمندترین مرد بابا که با انداختن هر سکه در کیسه همراهش رفته رفته وزن اون سنگین‌تر میشد و شخص انگیزه و انرژی بیشتری برای کسب سکه‌های بیشتر به دست می آورد. این روش را انجام بدید، حتی اگه در ابتدا بتونید مقدار کمی پول پس انداز کنید. هزینه ها رو نقد و یک جا پرداخت کنید. کارت های اعتباری به دو دلیل مخارج رو بالا می برن. این امکان رو فراهم می کنن که بیشتر از بودجه که در نظر گرفتید خرج کنید و چون ظاهرن پولی رد و بدل نمیشه، به اشتباه تصور می کنید پول زیادی خرج نکردید. کارت کشیدن یا نسیه گرفتن کنترل مخارج رو از دستتون خارج می کنه. بیشتر از چیزی که نیاز دارین پول نقد همراه نبرید. اگر پول اضافه نداشته باشید نمیتونید ولخرجی کنید. به جای اینکه هر وقت پولتون تموم شد کیفتون رو پر کنید، هفته یک بار بودجه هفتگیتون رو از حساب برداشت کنید. با ولخرج ها نگردید. تأثیر کمال همنشین رو هیچ وقت از یاد نبرید. دوستان ولخرج شما رو ولخرج میکنن. از اونها فاصله بگیرید. نه اشتباه نکنید، حرف خسیسا این نیست که دوستان ولخرجتون رو رها کنید، بلکه با اونها در مکانهایی قرار بذارید که امکان ولخرجی کمتر هست. یک مرکز خرید و یا یک رستوران گران قیمت محل مناسبی برای قرار گذاشتن با ولخرج ها نیست. برای خرید سقف بگذارید. برای هر نوع خریدی از لباس و تفریح گرفته تا مسافرت رفتن خود قاعده و قانون تعریف کنید. این به معنی خودآزاری نیست. دقت کنید این توصیه ها برای کسانی است که از اعتدال خارج شدن و نیاز به کنترل دقیق دارند. اگر جزء ولخرج ها نیستین و میتونید تعادل رو رعایت کنید، لازم نیست خیلی سخت بگیرید. اما برای ولخرج ها تا بازگشتن به مسیر درست، این یک راهکار ضروری است. تنبلی رو کنار بذارید. ولخرج ها همیشه منتظرن تا از اول ماه دیگه از ولخرجی دست بردارن و رویه منطقی برای خرج کردنشون در پیش بگیرن. اما متاسفانه اول ماهشون هیچ وقت نمیاد. از همین امروز شروع کنید و کار امروز رو به فردا نندازید. همچنین حساب پولتون رو داشته باشید. همیشه باید بدونید که موجودی حسابتون چقدر است و در جیبتون چقدر پول دارید. خیلی از افراد هستن که از موجودی حسابشون بی اطلاعند. این امر باعث میشه که کنترل مخارج و درآمدها دشوار بشه. دلیل داشته باشید.
برای هر خرجی دلیل داشته باشید. یعنی هر وقت میخواید برای هر کاری پولی خرج کنید، اول از خودتون سوال کنید چرا دارم این پول رو خرج میکنم و در مقابلش چه چیزی به دست میارم. تمام جزئیات رو بر روی کاغذ یادداشت کنید. در دنیای امروزی مخارج بیشماری وجود داره. بنابراین اگر برنامه‌ریزی نکنید و پول خود رو بودجه بندی نکنید، در پایان هیچ پس‌اندازی براتون باقی نمیمونه. بدون پیروی از برنامه مالی مشخص، مطمئناً میزان ورودی و خروجی ترازنامه مالی شما یکسان خواهد شد. افراد ثروتمند با منابع درآمدی و هزینه‌های خود آشنا هستند. به جای اینکه متعجب بشین چه بلایی سر پول تون اومده، از بودجه بندی استفاده کنید، چون بودجه به شما خواهد گفت که پولتون کجا هزینه میشه. هزینه های اضافی رو کاهش بدید. سعی کنید هزینه های زندگی رو کاهش بدید. خودتون رو از ضروریات محروم نکنید، اما از تجملات و هر چیزی که به اون نیاز ندارید کم کنید. بسیاری از افراد ثروتمند در دنیا با صرفه جویی زندگی میکنن. چرا شما این گونه نباشید؟ منافذ رو ببندید. افراد ثروتمند هرگز برای هیچ هزینه غیر ضروری پولی پرداخت نمی کنن. پولدارها خیلی مراقب قیمت ها و هزینه هایی هستن که می تونن از اونها اجتناب کنن. مراقب هزینه های ناچیز باشید. یک سوراخ کوچک می تونه یک کشتی بزرگ رو غرق کنه. دوستان عزیز، از این نکات ساده و عملی در زندگی پیروی کنید. شاد باشین و بیشتر پسنداز کنید.